بازرسی با بازدید چشمی از کیفیت جوش و ابعاد آن. ابتدا سطح روی جوش از گل و سرباره به وسیله چکش و برس فلزی تمیز شود. پس اولین کار اینه که آقا ما گل رو برداریم. سطح روی باید یک نواخ و به صورت پیوسته زنجیره شکل و آری از حباب، تخلخل، حفره، ترک، گود افتادگی، ذوب ناقص، ترشح، سوختگی، بیرون زدگی و جابجایی قطعات باشد. پس من اینا رو توی بازده چشمیم دارم چک میکنم. در صورت لزوم این بازرسی میتواند توسط ذره‌بینم انجام بشه. بعد جوش گوشه به وسیله گرد سنج و یا وسایل اندازه‌گیری دیگر کنترل شود. خب این گرد سنج و اینا چیه؟ گرد سنج ها معمولاً از ورقی نازک برای اندازه‌گیری ساق جوش از 3 میلیمتر به بالا و در توالی 1 میلیمتری بریده می‌شوند یا می‌توان آنها را از ابزار فروشی‌ها خریداری کرد. ببین الان این برای جوش‌هایی که گرده تخت دارن و اون چیزی که به ما نشون میده بعد جوشه، بعد گلویی جوشه، خب بعد مؤثره در واقع. ولی توی این اون چیزی که به ما نشون میده اینجا خود بعد جوشه. پس تفاوت دارن نسبت به هم و این هم یک دستگاهی که بهش میگم گرده سنج. اینا چی کار میکنن؟ مثلا این که حالت اینجوری داره برای رویه محدبه، این هم که حالت تخت داره برای رویه تخته. میذارم اینجا و وقتی که روش نوشته عدد 10 میذارم اینجا، یعنی این داره به من میگه که آقا بعد مؤثر اینجوش 10ه. وقتی که میذارم روی مثلا 20 و عدد 20 رو داره میگه که این بعد مؤثر جوش من عددش 20ه. این یکی بعد جوش رو داره میگه، میگم وقتی که میذارم رو 15 به من داره میگه مثلا بعد جوش من یعنی اینجا 15. اینا خب بدیهیه که وقتی این 15 این طولش بیشتره دیگه. اینا خب چیزاییه که هندسه است راحت میان استفاده میکنن از این ابزارها. اینا هم به این شکله نگاه میکنی میگی که آقا من مثلا این قسمت که اینجا هستش، خب نسبت به این قسمتی که اینجا هستش، چون این میتونه اینجوری بیاد پایین تر دیگه، نسبت به این یه دورانی داره. این دوران رو اومدن مدرج کردن، شما میتونی تشخیص بدی که این فاصله چقدره. پس به شما میگه. از اون طرف دیجیتالیش هم هست که خیلی راحته. تو دیجیتالیش این فرضش بر اینه که این قسمت و این قسمت که میان به هم میخورن زاویه 90 درجه، از اینجا هر چقدر دور بشه این عدد تغییر میکنه. شما با این پیچ این رو شل میکنی، این وقتی که دورتر بشه این عدد بیشتر میشه دیگه، یعنی بعد مؤثر گلوی جوش شما بیشتره. اینم بعد مؤثر گلوی جوش رو داره به این شکل اندازه میگیره. الان اگر که این بعد مؤثر گلوی جوش شما باشه اینجا عددش رو میگه. چرا؟ چون میگه آقا این اینجوری باید صاف باشه، این فاصله‌ای که از این سطح داره تا اینجا که مثلا این میشه این رو به شما نشون میده. This same method can be used to check for weld reinforcement on a butt weld using a bridge cam gauge. To check for external misalignment, place the tip on one side of the parent material, then press down until the two legs touch the adjacent parent material. The external misalignment can now be read from the scale. To check a filler weld's leg length using a bridge cam gauge, place the tip on the toe of the fillet and then press down until the two legs touch the adjacent parent material. This fillet shows a leg length of 6 millimeters. To measure a fillet's throat thickness, place the gauge so that the bottom and front faces are touching. Slide the miter down until it touches the weld face.
Lock the measurement in with the retaining screw to read the throat thickness. To measure the angle of preparation with a bridge cam gauge, place both feet on the parent material. Next, rotate the movable segment until it sits flush on the weld prep. This weld prep has a 30 degree angle. تمام ریزکارهای این موضوع رو توی این مقاله به صورت کامل بررسی کردیم. حتما یه وقتی بذار و این مقاله رو تا انتها دنبال کن. اگر سوال یا نظری هم در این مورد داری حتما تو قسمت دیدگاه‌ها بنویس. آخر مقاله یه مسیر یادگیری ویژه برای مهندسین عمران داریم که حتما سر بزن، به خاطر اینکه کلی مقاله است با دسته‌بندی‌های مختلف و میتونی دانش فنی خودت رو رشد و ارتقا بدی. امیدوارم که این مقاله برات مفید باشه. موفق باشی.